سلام همراهان عزیز کانال شری ولنس. چندین روش رژیم غذایی وجود داره که برای لاغر شدن میشه ازشون استفاده کرد. روزه‌داری متناوب هم در این لیست قرار داره. برخلاف رژیم‌های غذایی مد که حذف برخی از گروه‌های غذایی مثل چربی‌ها یا کربوهیدرات‌ها ضروری هستن، روزه‌داری متناوب یا IF الگوی غذایی نسبتاً متفاوتی رو دنبال می‌کنه. در این روش شما یک پنجره زمانی از پیش تعیین شده برای غذا خوردن دارید و روزه می‌گیرید و چیزی نمی‌خورید و هیچ محدودیتی در مورد چیزی که میتونید بخورید ندارید. اصل اساسی IF این هست که به بدن زمان بدید تا غذا رو حذف کنه و در این فرآیند چربی های اضافی رو هم بسوزونه و باعث سمزدایی بشه. تصور میشه که این رژیم با ریتم طبیعی بدن شما سازگارتر هست و فواید سلامتی زیادی برای شما فراهم میکنه. در ویدیوی امروز ما از فواید و مزایای این روش به شما میگیم. لطفاً تا پایان ویدیو با ما همراه باشید تا در مورد این موارد اطلاعات کسب کنید. شماره یک، زندگی طولانی تر. دانشمندان مدت هاست میدونن که محدود کردن کالری راهی برای داشتن زندگی طولانی تر هست. از نظر منطقی درست به نظر میرسه، اما فقط یک مشکل وجود داره. چه کسی قصد داره به اسم عمر طولانی تر گرسنه بمونه؟ خبر خوب این هست که روزه‌داری متناوب بسیاری از مکانیزم های مشابه برای افزایش عمر رو به عنوان محدودیت کالری فعال میکنه و به عبارت دیگه شما بدون مزاحمت گرسنگی از مزایای زندگی طولانی تر برخوردار خواهید شد. در سال 1945 کشف شد که روزه‌داری متناوب باعث افزایش عمر موش‌ها میشه. اخیراً مطالعات دیگه‌ای هم نشون داد که روزه‌داری روزانه متناوب باعث افزایش طول عمر میشه. شما طولانی‌ترین زمانی که بدون خوردن غذا سر کردید چه مدت بوده؟ در قسمت نظرات با ما به اشتراک بذارید. شماره 2، کاهش وزن. اکثر افراد IF رو برای کاهش وزن شروع می‌کنن و به نظر میرسه این ادعا حداقل در کوتاه مدت ثابت میشه. طبق تحقیقات هر نسخه از IF ممکن است در کاهش وزن نقش داشته باشه. داده های 13 مطالعه نشون داد که میانگین کاهش وزن از 1.3% برای یک آزمایش 2 هفته‌ای تا 8% برای یک آزمایش 8 هفته‌ای متغیر بوده. اگه امیدوارید که برای کاهش وزن روزه بگیرید، احتمالاً این خبر خوشحال کننده ای هست. اما این واقعیت که این مطالعات کوتاه مدت بود به این معنی هست که اگه IF طولانی مدت باشه، مشخص نیست که میتونه به شما کمک کنه تا دراز مدت کاهش رو همچنان حفظ کنید. وقتی رژیم به درستی انجام بشه، IF میتونه به اندازه محدودیت کالری طبیعی مؤثر باشه. برخی از افراد به ویژه کسانی که وقت برای غذا خوردن ندارن، ممکن است رعایت یک رژیم غذایی با محدودیت زمانی در مقایسه با چیزی مثل رژیم کتو یا پالئو آسان‌تر باشه. شماره 3، خطر دیابت نوع 2 رو کاهش میده. دیابت نوع 2 به یک مشکل رایج تبدیل شده. ویژگی اصلیش بالا بودن سطح قند خون در زمینه مقاومت به انسولین هست. هر چیزی که مقاومت به انسولین رو کاهش میده باید به کاهش قند خون کمک کنه و از دیابت نوع 2 محافظت کنه. جالب اینه که روزه‌داری متناوب باعث کاهش چشمگیر سطح قند خون میشه. یک مطالعه روی موش‌های مبتلا به دیابت نشون داد که روزه‌داری متناوب میزان بقا رو بهبود میده و در برابر رتینوپاتی دیابتی محافظت میکنه. رتینوپاتی دیابتی عارضه‌ای هست که میتونه باعث کوری بشه. نتیجه این تحقیق اینه که روزه‌داری متناوب ممکن است برای افرادی که در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع 2 هستند بسیار محافظت کننده باشه. شماره 4، تقویت هوشیاری. از افرادی که روزه‌داری متناوب دارن راجع به مقدار کار صبحشون میشنوید. این ممکنه به این دلیل باشه که برخی تحقیقات ارتباطی بین روزه‌داری و بهبود عملکرد شناختی، یادگیری، حافظه و هوشیاری پیدا کردن. روزه‌داری باعث تولید پروتئینی در سلولای عصبی به نام BDNF میشه که مقاومت در برابر تخریب مغز و اختلال عملکرد رو افزایش میده. روزه‌داری همچنین با کاهش استرس اکسیداتیو و بهبود مقاومت در برابر استرس از سلول‌های سالم مغز محافظت میکنه. شماره 5، جلوگیری از بیماری آلزایمر. آلزایمر شایع‌ترین بیماری در جهان هست. در حال حاضر هیچ درمانی برای آلزایمر در دسترس نیست. پس در درجه اول جلوگیری از بروز این بیماری حیاتی به نظر میرسه. روزه‌داری متناوب میتونه در برابر سایر بیماری ها مثل پارکینسون محافظت کننده باشه. شماره 6، بهبود سلامت روده. یکی از مهمترین مزایای روزه‌داری متناوب نقشش در سمزدایی سیستم گوارشی هست. روزه‌داری فشار وارد شده بر سیستم گوارشی رو کاهش میده و باعث میشه تمرکز بیشتری روی پردازش مواد غذایی مونده در بدن داشته باشه. در نتیجه اندام‌های مثل معده، کبد و کلیه با کاهش خطر التهاب عملکرد بهتری دارن. همچنین روزه‌داری متناوب باعث جذب
بهتر مواد مغذی و دفع سریع سموم میشه. این میتونه به شما کمک کنه پوستی شفاف و درخشان هم داشته باشید. شماره 7 راحت تر از رژیم های سنتی هست. تحقیقات نشون میده که شمارش کالری و محدود کردن گزینه های غذایی میتونه باعث ایجاد استرس و افزایش تولید کورتیزول بشه و میتونه باعث ترک رژیم، احساس محرومیت، ولای مصرف و افزایش وزن بشه. تطبیق با روشی برای خوردن و روزه‌داری برنامه‌ریزی شده کاملا به زمان متکی هست. برخی از افراد در مورد کاهش وزن انعطاف‌پذیری بیشتری لازم دارن. قصد ندارن به رژیم گرفتن فکر کنن و پس از محدود کردن کالری انگیزه خودشون رو از دست میدن. روزه‌داری متناوب برای افرادی مفید هست که دوست ندارن از قوانین پیروی کنن. شماره 8 کاهش فشار خون. روزه‌داری متناوب ممکن است در کوتاه مدت به کاهش فشار خون بالا کمک کنه. یک مطالعه نشون داد که سبک روزه‌داری 8-16 که شما میتونید 8 ساعت در روز غذا بخورید و 16 ساعت هیچ چیزی نخورید به طور قابل توجهی فشار خون سیستولیک رو در مطالعات حیوانی و انسانی کاهش میده. داشتن فشار خون سالم بسیار مهمه چون سطح ناسالمش میتونه خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، سکته مغزی و کلیه رو افزایش بده. اما تحقیقات نشون میده این مزایای فشار خون فقط در صورت استفاده از IF ماندگار هستن. وقتی رژیم به پایان برسه و افراد به حالت عادی غذا خوردن برگردن، فشار خون به سطح اولیه برمیگرده. شماره 9 کلسترول پایین. طبق یک مطالعه روزه‌داری متناوب میتونه به کاهش کلسترول کل و همچنین کلسترول LDL کمک کنه. کلسترول LDL کلسترول بدی هست که میتونه خطر بیماری قلبی یا سکته رو افزایش بده. محققان همچنین دریافتن که این رژیم تریگلیسیرید رو هم کاهش میده. تریگلیسیرید چربی‌های موجود در خون هست که منجر به سکته، حمله قلبی یا بیماری قلبی میشه. یک نکته مهم اینجا این هست که این مطالعه برای موارد کوتاه مدت بوده، پس تحقیقات بیشتری هم لازم هست. شماره 10 حفظ وزن مناسب در طولانی مدت. پیروی از رژیم روزه‌داری متناوب ممکن هست حفظ وزنی که در طول مدت از دست دادید آسان‌تر باشه. یک مطالعه اثرات 3 رژیم با پروتئین بالا، کالری کم و روزه‌داری متناوب رو با یک برنامه رژیم غذایی سنتی برای سلامت قلب مقایسه کرد. ثابت شد هر دو رژیم غذایی در کاهش BMI و اسیدهای چرب به یک اندازه موفق هستند، ولی کسانی که روزه‌داری متناوب دارند بعد از یک سال دچار برگشت اضافه وزن نشدند. شماره 11 خواب شب بهتر. اگه تا به حال احساس کردید که بعد از یک وعده غذایی بزرگ به کما رفتید، باید بدونید که رژیم غذایی میتونه در خواب آلودگی تاثیر داشته باشه. IF به شما کمک میکنه خواب بهتری داشته باشید. به این دلیل هست که ریتم شبانه روزی که تعیین کننده الگوی خواب هست رو تنظیم میکنه. ریتم شبانه روزی تنظیم شده به این معنی هست که شما به راحتی میخوابید و هنگام بیداری هم احساس سرحالی میکنید. خوردن آخرین وعده غذایی در اوایل شب به این معنی هست که تا زمان گذاشتن سر روی بالش غذا رو هضم کردید و هضم بهتر زمانی اتفاق میفته که شما در حالت ایستاده باشید. پس خوابیدن با شکم پر میتونه باعث ریفلاکس اسید یا سوزش معده در هنگام خواب بشه که خوابیدن رو سخت میکنه. شماره 12 استرس اکسیداتیو پایین. استرس اکسیداتیو یکی از قدم‌ها به سمت پیر شدن و بسیاری از بیماری‌های مزمن دیگه هست که در ارتباط به مولکول‌های ناپایداری به نام رادیکال‌های آزاد هست. رادیکال‌های آزاد با سایر مولکول‌های مهم مثل پروتئین یا دی ان ای واکنش نشون میدن و بهشون آسیب میرسونن. چندین مطالعه نشون میده که روزه‌داری متناوب ممکن است مقاومت بدن در برابر استرس اکسیداتیو رو افزایش بده. علاوه بر این میتونه به مبارزه با التهاب که عامل اصلی بسیاری از بیماری‌ها هست کمک کنه. یکی از بهترین راه‌های جلوگیری از استرس اکسیداتیو افزودن نوشیدنی‌های غنی از آنتی اکسیدان به رژیم غذایی هست. وقتی روزه می‌گیرید، سلول‌های بدن یک فرآیند سلولی حذف زباله به نام اتوفاژی رو شروع می‌کنن که شامل تجزیه و متابولیسم سلول‌ها از پروتئین‌های شکسته و ناکارآمد هست که در داخل سلول‌ها جمع شدن. افزایش اتوفاژی می‌تونه در برابر بیماری‌های مختلفی از جمله سرطان و بیماری‌های تخریب عصبی مثل آلزایمر مؤثر باشه. شماره 13 محافظت در برابر سرطان. روزه‌داری متناوب به صورت یک روز در میان میتونه با کاهش رشد لنفوم، محدود کردن بقای تومور و کاهش سرعت گسترش سلول‌های سرطانی خطر سرطان رو کاهش بده. شما روزه‌داری متناوب رو امتحان کردید؟ با انواع مختلفش آشنایی دارید؟ اگه این ویدیو براتون مفید بوده لطفاً لایکش کنید و برامون کامنت بذارید. همینطور فراموش نکنید کانال شری
شری ولنس رو سابسکرایب و نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید.